سلام همراهان صفحه 333، یادتونه داشتیم در مورد خواص معجزه‌آسای سرکسی با هم صحبت می‌کردیم؟ رسیدیم به بخش‌های مورد علاقه بسیاری از طرفدارامون، یعنی آشنایی با خواص سرکسی برای زیبایی، مو و بدن. اگه به زیباییتون اهمیت میدین تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. اثر سرکسی بر مو چیه؟ سرکسی موهای شما رو شفاف میکنه و موجب درخشندگی اون میشه. برای این کار درون ظرف شامپوهای قدیمی و خالی شده نصف قاشق غذاخوری سرکسی رو با یک پیمانه آب مخلوط کنین و بعد از شامپو زدن روی موهای خودتون بریزین و این کار رو چند بار در هفته انجام بدید. بریم سراغ پوست صورت. آیا میدونین شستن صورت با سرکسی به تنظیم پهاش پوست شما کمک میکنه؟ به این منظور سرکسیب رو با دو قسمت آب ترکیب کرده و با استفاده از یک پنبه اون رو به صورت خودتون بمالین. شما میتونین این کار رو هنگام شب بعد از شستن صورت یا صبح قبل از استفاده از مرطوب کننده انجام بدین. همچنین میتونین سرکسیب رو برای روشن شدن پوست خودتون روی نقاط تیرش بمالین و تا صبح اون رو پاک نکنین. همین الان این ویدیو رو لایک کنید و چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. آیا بعد از یک روز کاری طولانی دست‌ها و پاهاتون خسته و متورم شدن؟ با خودتون مهربون باشین و دست‌ها و پاهاتون رو درون مخلوط آب گرم و سرکه سیب ماساژ بدین. آیا میدونین سرکه سیب کمک خوبی برای از بین بردن لکه دندان خواهد بود؟ سرکه سیب رو به طور مستقیم روی دندان‌های خودتون بمالین و بعد از چند دقیقه اون رو بشویید. آیا دچار آفتاب سوختگی بدی شدین؟ به آب درون وان حمام یک پیمانه سرکسی اضافه کنین و به مدت 10 دقیقه درون اون قرار بگیرین. یه توصیه دیگه هم براتون دارم. درون یک بطری آب و سرکسی رو به اندازه مساوی با هم خوب ترکیب کنید و بعد از اصلاح روی پوستتون به عنوان افترشیو ازش استفاده کنید. برای شستشوی بدن به خصوص کلیه ها دو قاشق غذاخوری سرکسیب رو درون 2 لیتر آب تصفیه شده بریزید و در طی روز کم کم از اون بنوشید. یکی از فرمول های درمان اضافه وزن مصرف 1 قاشق مرباخوری سرکسیب در 1 لیوان آب ولرم ناشتاست. بعضی افراد که به دنبال رژیم های لاغری هستند معتقدند سرکسیب به سوزاندن چربی ها در بدن کمک میکنه. در مورد کاربرد سرکسی برای بهداشت خانه و حیوانات خانگی چی میدونین؟ نصف پیمانه سرکسیب رو با 1 پیمانه آب مخلوط کرده و از اون برای تمیز کردن مایکروویو، کاشی های حمام، سطوح آشپزخانه، شیشه پنجره ها و آینه ها استفاده کنین. از این ترکیب همچنین میتونین به عنوان ضد عفونی کننده استفاده کنین. رفع کک از حیوانات خانگی و وسایل خانه هم با سرکسیب میسره. سرکسیب رو که با 50% آب ترکیب کردین برای رفع کلک روی پوست حیوان و مبلمان خونه اسپری کنید. و در نهایت بریم سراغ خواص سرکسیب برای حفظ سلامتی و بهداشت. به گفته پزشکان سرکسیب عصاره طبیعی سیبه که مواد سمی و زائد بدن رو از بین میبره. برخی از متخصصان معتقدند مصرف سرکسیب به همراه آب گوجه فرنگی یا هویج خواص اون رو افزایش میده. سرکسیب موجب کاهش زگیل و خالهای پوستی میشه و از سوی دیگه در رفع ترکهای پاشنه پا و دست مؤثره. همچنین توصیه میشه که برای درمان خارش پوست سر، خشکی موها و شوره سر هم از سرکسیب استفاده بشه. هرچند سرکسیب خاصیت اسیدی داره اما موجب تقویت دستگاه گوارش و کاهش ناراحتی کلیه و مثانه میشه. حتی نوشیدن سرکسیب برای رفع سنگ صفرا، بهبود آرتروز و جلوگیری از خونریزی بینی توصیه میشه. سرکسیب طبیعی یکی از بهترین عوامل سالم و شاداب نگه داشتن بدنه و بهتره به همراه آب و مقداری عسل مصرف بشه. سالیان سال مردم معتقد بودن سرکسیب به عنوان ماده علیه عفونت و حتی برای رفع پوکی استخوان و برای هضم بهتر مواد غذایی مؤثره. سرکسیب از بروز سرطان پیشگیری میکنه. اگرچه سرکسیب سرطان رو درمان نمیکنه اما به دلیل داشتن آنتی اکسیدان رادیکال های آزاد رو در بدن از بین میبره. رادیکال های آزاد ترکیبات خطرناکی هستند که در اثر اکسیداسیون به وجود میان و باعث تخریب سلول های بدن، پیری زودرس سلول ها و ایجاد سرطان میشن. بتا کاروتن آنتی اکسیدان مهمیه که در سرکسیب وجود داره.
و رادیکال های آزاد رو خنثا میکنه. سرکه سیب علاوه بر بتا کاروتن ماده دیگه ای هم داره که از سرطان جلوگیری میکنه. نام این ماده پکتینه. پکتین یک نوع فیبر غذاییه. مطالعات نشون داده که دریافت زیاد فیبر از بروز سرطان و به خصوص سرطان روده جلوگیری میکنه. چون فیبرها با مواد سرطانزا در روده ترکیب میشن و باعث دفع سریعتر اونها از بدن میشن. نظر شما در مورد این ماده معجزه آسا چیه؟ آیا شما هم از اون در طول روز استفاده میکنین؟ خاصیت دیگه ای از سرکه سیب میشناسین که به ما معرفی کنین؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنین. فراموش نکنین که بخش اول این ویدیو رو حتما تماشا کنین. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید تا بتونید باقی ویدیوها رو هم ببینید.